با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خسته کارهای روزانه نباشید. من امروز هستم در خدمتتون با طرز تهیه خوراک بادنجون و عدس که این غذا کاملا گیاهی هستش و پر از خاصیت و بسیار مقوی هستش، آسون و راحت هم آماده میشه. اینجا مواد لازم هستش: یک عدد پیاز بزرگ که من اونو به صورت نگینی خرد کردم، یک مشت نعنای تازه، 5 حب سیر، فلفل سیاه و نمک به اندازه لازم، عدس 100 گرم، 2 قاشق غذاخوری ماست چکیده، 2 قاشق غذاخوری پیاز داغ، 1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی و 2 قاشق غذاخوری رب انار و 2 عدد بادنجون. من اینجا از پوره گوجه فرنگی آماده میخوام استفاده کنم که این ترکیبی از فلفل چیلی هستش و بی نهایت این خوراک رو خوشمزه و لذیذ میکنه. بریم که در ابتدا بادنجونا رو پوست کنیم و خرد کنیم. دوستان عزیزم، عدس رو از 2-3 ساعت قبل من خیس کردم و 2-3 مرتبه آبشون رو عوض کردم به خاطر اینکه نقع عدس گرفته میشه و اون رنگ بعد حبوبات هم گرفته میشه. الان من بهش آب اضافه میکنم، میذارم روی حرارت که این بپزه. عزیزان، برای همه خوراک های بادنجون و غذای بادنجونی سعی کنید بادنجونایی که مشکی هستش و نرم هستش رو استفاده کنید و بخرید که این بی نهایت بادنجون خوشمزه میشه خوراکش. اگر که بادنجون سفت باشه یا اینکه قرمز باشه، رنگ بنفش داشته باشه، بادنجون تلخه و خوراک خوشمزه نمیشه. میتونید این خوراک رو پوست بادنجون هم نگیرید و با پوست همینجوری خرد کنید، ولی خب بازم بعضی از دوستان شاید بگه که چرا پوست نکردی، من پوست میکنم. هر جور که دوست داشتید به باب سلیقه و ذائقه خودتون بادنجونا رو به اون صورت که دوست دارید خرد کنید. میتونید هم حلقه‌ای خرد کنید، هم که من به صورت مکعبی خرد میکنم براتون. ببینید این بادنجونا اصلا هیچ دونه ای نداره، خیلی کاملا سفید هستش و نرم. این بادنجون خیلی شیرین و خوراک لذیذی میشه. بادنجونا رو به همین صورت مکعبی خرد کردیم همه رو. ما فر رو از قبل روشن کردیم با حرارت 270 درجه 20 دقیقه قبل تر که حسابی داغ بشه. من دوستان عزیز همه غذا و رسیپی هامو خدمت شما خیلی آسون و سریع میگم، خیلی طول نمیدم، خیلی صحبت نمی کنم الکی که ویدیو طولانی بشه خسته بشید و خیلی از روغنم استفاده نمی کنم. الان من اینو داخل فر درست میکنم به صورت رژیمی و کم روغن. یه مقدار فلفل سیاهی که تازه خودم اینو آسیاب کردم که خیلی خوش عطربو هستش به روی بادنجونا میزنیم، یه مقدار نمک، یه مقدار پودر سیر و روغن زیتون. دوستان روغن زیتون ضرر نداره هر چقدر که شما استفاده کنید و برای غذا، چون که روغن خیلی مفیدی هستش و روغن خیلی پرخاصیت و خوب هستش. این بادنجونا رو با نمک و فلفل و همین روغن زیتون ماساژ میدیم حسابی و داخل سینی فر کاغذ روغنی پهن میکنیم و اینا رو داخل سینی فر میذاریم که بذاریم داخل فر و با درجه حرارت بالا به صورت گریلی از بالا که سرخ بشه. جونا رو داخل فر میزنیم با درجه حرارت خیلی بالا 275 و از بالا به صورت گریل. دوستان عزیز، برای اینکه بخوایم تمام حبوبات رو نفزدایی بکنیم، میتونیم فلفل سیاه تازه رو که دون هستش داخل آونگ بریزیم آسیاب کنیم، یا اینکه یک مقدار زیره، حالا فرق نمیکنه زیره سیاه یا زیره سبز، یا اینکه بادیانه یا رازیانه رو یه مقدار با هاونگ آسیاب کنید و داخل حبوبات بریزید در حال پختن. این کار رو میتونید برای همه حبوبات که در حال پخت هستش، نخود، لوبیا، عدس،
میریزید این زیره یا فلفل سیاه یا رازیانه رو، بعد حبوبات که پخت آبش رو عوض میکنید و میریزید داخل آش و خوراکا. اینجوری خیلی نفع حبوبات گرفته میشه و دیگه مشکلی با معده و ناراحتی معده ندارید. سیر رو رنده میکنیم و نعنا رو خرد میکنیم. برای این خوراک میتونیم از نعنای خشک هم استفاده کنیم، اما این نعنای تازه خیلی عطر خیلی خوبی به این غذا میده. عدس که به این مرحله رسید تقریبا پخته، اینو آبکش میکنیم. هرچقدر که دوست داشتید روغن اضافه میکنید به تابه و پیاز رو اضافه میکنید که سرخ بشه. پیاز که در این مرحله رسید نرم شده، شفاف و سبک، ما سیر رنده شده هم بهش اضافه میکنیم. یه مقدار سیر رو سرخ میکنیم، نمیخوایم زیاد بسوزونیم، فقط اون عطر خوشش که بلند شد دیگه کافی هستش. روبم یه مقدار سرخ میکنیم که رنگ باز کنه. یه مقدار زردچوبه، یه مقدار نمک، فلفل سیاه، پوره گوجه فرنگی تقریبا نصف یک بسته. اگر که پوره گوجه فرنگی در دست نبود، میتونید 2-3 عدد گوجه فرنگی رو به صورت ریز خرد کنید و پوره کنید، به این غذا اضافه کنید. پیاز داغش هم بهش اضافه کردیم. یک مقدار آب اضافه میکنیم به این خوراک. واقعا این خوراک خوش عطر و بو و خیلی خوشمزه و خاص هستش، با اینکه خیلی ساده هست. یک لایه عدس به تابه اضافه میکنیم و اون بادمجونی که داخل فر گریل کرده بودیم. نعنای خرد شده، همه بادمجونی که باقی مونده. ما بقیه نعنا رو به انا رو با یک مقدار آب رقیق میکنیم و به این خوراک اضافه میکنیم. یه مقدار دیگه هم آب در تابه رو میذاریم. بعد از اینکه چند تا قور خورد، ما حرارت رو کم میکنیم و میذاریم که این خوراک به مدت 20 دقیقه آروم آروم بپزه و جا بیفته. به به، خوراک عدسمون آماده شده. واقعا خوش عطر و بو هستش و واقعا خیلی عالی و خوب شده. بریم که با هم دیگه سرو کنیم. عزیزان دل، این خوراک بادنجون و عدس ما آماده شد. بسیار این غذا پرخاصیت، خوشمزه و خوش عطر بو هستش. امیدوارم که گیاهخواران عزیز درست کنه و از خوردنش لذت ببره و بقیه هم درست کنید. حتما اینو امتحان کنید که این غذا واقعا بمبی از ویتامین و خاصیت هستش. ممنون میشم از تک تک شما عزیزان که ویدیو رو اگر دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، برام بنویسید. منم مثل همیشه واقعا دوستتون دارم و آرزوی بهترین ها براتون میکنم و تمام تلاشم اینه که شما عزیزان راضی باشید و در کنار من همیشه بمونید. شما رو تا ویدیوی بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدار دوستان.